الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دریان آزادان مهندس الکترونیک امین رستگانی فرمانده میدان با احترام تشریف فرمایی مقام آزمای ولایت و فرماندهی معظم کل قبرا به کارخانجات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران خیر مقدم است نموده به استحضار مبارک میرساند. میدان جهت استن و اجرای مراسم الحاق ناکشکن جمهوری اسلامی جمالن به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده. آرام و سربلند چون موجی با پابوسی ساحل در بندرگاه بندگی خدا فرود آییم و سکان سفینه سخن به دست سلام بسپاریم که معجزه بسم الله هر دیدار را به بهار می نشاند و دست سلام رنگ غم از آینه دلها می زداید. ساحل نشین تلاش مردان و مبارزان شده ایم، آنها که شور دریایی دلهاشان زورق هر نگاه را به اقلیم رضایت خدا می کشاند، به آنجایی که جان گوهری است در صدف شهادت و زخم نبرد ترجمان صریحی است از جوانمردی و شهامت. جمله میهمانیم ما در معبر نگاه مولا که خود یادگار جبهه جانبازی است و بندر فرمان برداری ما در جوار جرأت عباسی اوست که در بندر عباس نیز همگان را در ساحل امنیت و اقتدار به سرایش نغمه های امید و اعتماد به نفس واداشته. مزرعه سینه را به گل بنشانیم و در آغاز ربیع از قلب منور نیه اعظم بهارستان قرآن را نشان بگیریم با تلاوت آیه های سرمد و با سلام بر رسول احمد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويصنع الفلك وكلما مر
خیر من قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى عرض خیر مقدم توسط سرلشکر صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با اهداء سلام و تحیات تشریف فرمایی فرماندهی معظم کل قوا را به فرماندهی قرارگاه مقدم نیروی دریایی ارتش در ناوگان جنوب خیر مقدم عرض می نمایم. اینک که پس از دو ماه عزا و عزاداری در مصیبت سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و متعاقباً سوگ عظمای رحلت خاتم پیامبران و امامان معصوم حضرت حسن ابن علی و ابوالحسن رضا علیهم السلام و در امتداد آن تحمل شدائد و مصیبت‌های فتنه و فتنه‌گران زمانه را به صبر و ظفر به انجام رسانیدید، حقا مشیت الهی بر آن قرار گرفت تا مزد رسالت این انقلاب شکوهمند اسلامی را در تجلیگاه عظمت الهی در یوم الله 22 بهمن امسال رسیب آن رهبر فرزانه نماید و جا دارد بیش از همه این موفقیت بزرگ را همراه با تقدیم بالاترین سلام ها به محضر مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف
و به آن فرماندهی معظم تبریک و تهنیت عرض نماییم و در ادامه این سرفرازی ها و شکرگزاری ها به عرض می رساند کارکنان خدوم نیروی دریایی ارتش و جمعی از نخبگان که خود از فرزندان همین ملت شریف هستند، به تأسی از ملت عظیم و شأن و شگفتی آفرین ایران افتخار دارند تا یکی دیگر از شگفتی های برگرفته از خلاقیت های علمی خود را امروز به نمایش بگذارند. نمادی از توانمندی علمی و خود اتکایی که این نیز برگرفته از فرمان حضرت عالی در عرصه خودکفایی می باشد. امروز افتخار داریم در زنجیره تولید و بکارگیری رزمناوهای موشک‌انداز کلاس سینا و زیردریایی‌های متعدد اکنون رزمناو بزرگ جماران را که از کلاس موج است در عرصه عملیاتی به نمایش بگذاریم. باشد که همواره ما را در قدردانی از رهبر و مقتدای انقلاب اسلامی حضرت امام روح الله متذکر گرداند و به روح بلند آن امام شهیدان و خیلی شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی درود می فرستید و به یاد و خاطره شهدای بلند مرتبه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطره این روز به یاد ماندنی را نیز در این ماه نور و ولادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خداوند را سپاس می گذاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینک گزارشی از ده‌ها ماه تلاش خستگی ناپذیر با بیان فرمانده و ناخدای پروژه موج، مهندس علی غلامزاده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. با احترام به استحضار فرماندهی معظم کل قوا میرساند، با دریافت فرمان ساخت ناو جنگی با قابلیت حمل بالگرد و موشک در سال 76، گروه های کارشناسی در فرماندهی پروژه موج نداجا تشکیل و با بررسی قابلیت ها و ظرفیت های علمی و فنی کشور، برنامه زمانبندی و اجرای کار با مشخصات مورد نیاز را تهیه کردند که بر اساس آن میبایستی بعد از 4 سال ناوشکنی با قابلیت انجام ماموریت ضد سطحی، ضد هوایی، ضد زیرسطحی و حمل بالگرد ساخته و تحویل شود. آزمایشات یک پارچه سازی و هماهنگی کارکرد تمامی سامانه ها انجام و مورد تایید واقع شده است. همچنین بارگذاری اولیه به روی موتورها و انتقال قدرت به پروانه نیز همزمان با آزمایش سلاح‌ها و تجهیزات از مورخه 3888 شروع و کلیه سامانه‌ها از آزمایشات سربلند بیرون آمده. ان شاء الله با یک برنامه زمانبندی دقیق و به صورت مرحله‌ای این توان و سرعت در دوران جا افتادگی تجهیزات بالاتر رفته و تمامی مشکلات احتمالی بیاری خداوند متعال و با دانش به وجود آمده در کشور همانند سایر مشکلات در کوتاه‌ترین مدت رفع خواهد شد. ناوشکنی که امروز با فرمان مقام ولایت به ناوگان نیروی دریایی ملحق می‌گردد، این افتخار بزرگ را دارد که تمامی مراحل آن از تولید تا اجرا و طراحی عمدتاً توسط فارغ‌التحصیلان دانشگاه حضرت امام رحمت الله علیه و با قیمتی معادل 20% نمونه خارجی انجام پذیرفته است. اکنون اکثر قطعات و سامانه‌های مورد نیاز ناوشکن جمهوری اسلامی جماران بدون بهره‌گیری از حتی یک کارشناس خارجی طراحی، ساخته و عملیاتی گردیدند و فرماندهی پروژه موج نیروی دریایی با پشت سر گذاردن کلیه موانع و مشکلات به دانش طراحی و ساخت شناورهای نظامی و تجهیزات آن دست یافته و در صورت اراده مقام ولایت ساخت اولین کلاس ناوهای سنگین‌تر را در دستور کار قرار خواهد داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گزارشی از تلاشی مقدس در خودباوری و توکل از زبان دریادار دوم رستگاری، فرمانده کارخانجات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز کارخانجات نداجا علاوه بر انجام پروژه‌های ساخت یگان‌های شناور در حال تعمیرات و آماده سازی یگان‌ها به منظور اعزام به مأموریت‌های راهبردی نیروی دریایی در فواصل بیش از 3000 کیلومتری از آب‌های سرزمینی بوده، در این راستا
و به منظور آماده سازی یگانهای نظامی کارخانجات نجاجا موفق گردید با ابتکار، خلاقیت و اعتماد به نفس اقدامهای متعددی به انجام رساند که اهم آن به استحضار می رسد. 1. بالاآوری زیردریایی جمهوری اسلامی نوح بر عرشه حوض شناور 4000 تنی که برای اولین بار و بعد از 17 سال از زمان الحاق این زیردریایی ها در 26 فروردین ماه سال جاری صورت پذیرفت که عملاً با انجام این کار بزرگ انحصار تعمیرات یگانهای زیرسطحی کلاس طارق از حوضهای خوش خارج و توانمندی جدیدی اضافه گردید. 2. انجام تعمیرات نیمه اساسی زیردریایی طارق. 3. مشارکت در ساخت 2 فروند زیردریایی کلاس قدیر با سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. 4. جابجایی و نصب ژنراتور در محوطه ژنراتورخانه سینه ناو شکن‌های سبلان و البرز که در شرایط عادی نیاز به حداقل 1 ماه کاری و عملیات از آبگیری و به آبدهی یگان داشته، لیکن با اقدام‌های صورت گرفته این کار در کمتر از 72 ساعت و در کنار اسکله و با موفقیت انجام گردید. 5. ساخت آشیانه زیردریایی با سقف متحرک. 6. احداث سرسره 200 تنی. 7. ساخت زین هم کننده زیردریایی. 8. بالا آوری و به آبدهی یگان شناور با استفاده از بالشتک های لاستیکی. 9. بالا آوری همزمان 5 فروند یگان شناور به صورت سری و موازی در حوض خشک شماره 1 برای اولین بار در تاریخ 33 ساله فعالیت‌های تعمیراتی این مجموعه و در راستای استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌های موجود، از جلوه‌های توانمندی و خودباوری کارکنان متخصص کارخانجات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. افتخار داریم که امروز در محضر ولی امر مسلمین و با فرمان مبارک فرمانده معظم کل قوا شاهد به ثمر نشستن یکی دیگر از دستاوردهای این انقلاب شکوهمند باشیم. پدیده افتخارآمیزی که به دست توانمند صنعتگران دریادل نیروی دریایی ارتش و با یاری صنایع دفاع و ده‌ها مرکز علمی و دانشگاه‌های کشور ساخته شده و بیانگر عزم و اراده سربازان میهن اسلامی در پیروی از منویات امام عزیز و تلاش مخلصانه فرزندان شما برای تحقق فرمان و تدبیر دوراندیشانه آن رهبر عالی قدر مبنی بر خودکفایی و تلاش برای قطع وابستگی به بیگانگان بوده است. سالیانی که طی آن با درک ضرورت خود اتکایی برای دفاع مؤثر از مرزهای آبی کشور گام‌های بلندی برداشته شد و دستاوردهای ارزشمندی حاصل کردید و دلبستگی به مسئولیت‌های سربازی و شور و شعف اجرای فرمان حضرت عالی همراه با روح ایمان و خودباوری و تکیه بر شعار سراسر حقیقت ما می‌توانیم انگیزه و اراده حضور در صحنه ساخت یکی از پیچیده‌ترین تجهیزات نظامی یعنی ناوشکن جمهوری اسلامی جماران سبب گردید. اکنون بعد از گذشت این سالها همه دلنگرانی ها و تلاش ها برای تحقق آن تدبیر حکیمانه جوابش را در پیکره ای از خرد جمعی نمایان می‌بیند که در میان امواج آبی نیلگون دریای جنوب کشور عزیزمان شناور گردیده و ایده خواستن را به مضمون توانستن تبدیل نموده است. امیدوارم در سایه الطاف خداوندی و رهنمودهای حکیمانه حضرت عالی در مسیر پیشرفت و تعالی میهن اسلامی توفیقی بیش از پیش داشته باشیم. از محضر فرماندهی معظم کل قوا استدعا دارم فرمان الحاق ناوشکن جمهوری اسلامی جماران را به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صادر و در صورت اراده با بازدید خیش آن را با قدوم مبارک متبرک
فرمایند. لانچر ذخیره داریم داده میشه و در نهایت با توجه به قطعی که هدف در اون قرار گرفته موشک ها از همین نقطه شلیک میشه. استاندارد موشک 380 داره. میشه در زمان چند ثانیه؟ 9 ثانیه. 9 ثانیه تمرین کردیم. سکان اوتوپایلوت ماست برای دریاهای باد، جایی که ما تغییر مسیر اونچنانی نداریم. همه اینا من همه توسط خاصا داخلی کردم. مخازن بالاتر از اون موتورخونه هاست، دکه بعدی انبار ها و اماکن زیست، دکه بعدی مکان یک سری سلاح ها و دفاتر و باشگاه هاست، دکه بعدی موشک های ما نصب شده و یک سری آنتن ها، دکه بالاتر با سلاح هاست و یک سری سر مهمات، موتورخونه اصلی، جنراتور سینه و دکه پرواز که محل نشست و برخاست بالگرده. اجازه میخوام شبیه حضرت عالی برمان نماد این ناشکن در باشگاه بمونه. بله نداره چفیقی خدا من جلو شما رو حفظ کنه. سلامات تمرکز باید کرد در همین روحیه های جوان
و دلهای پر ایمان و انگیزه های پرشور. انشاءالله خدای متعال با هر قدمی که برمیدارید راه رو برای قدم های بیشتری در مقابل شما هموار خواهد کرد. زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. ناوشگر جمهوری اسلامی جماران که با تدبیر و دوراندیشی حضرت عالی طراحی و ساخته شده و از امروز به خدمت نداجا در آمد، دستاورد گرانسنگی است که خود ثمره جهاد بزرگ ملت، نیروهای مسلح و محصول خودباوری و جهاد برای خودکفایی به شمار می رود. رهنمودهای حکیمان حضرت عالی در خصوص اهمیت دریانوردی و تأثیر قدرت دریایی برای ورود به عرصه های تمدن ساز و نیز راهبرد و فرمان آن فرمانده حکیم در شرفیابی های گذشته مبنی بر اهمیت کار در دریای عمان، لزوم برنامه ریزی و تطبیق تحرک نیرو در این عرصه، اهمیت برای نوسازی امکانات کهنه و برسوده، توجه به سمت اولویت های درجه اول که توان رزمی را افزایش بدهد، رفع اشکالات زیر سطحی ها، توجه به شناورهای سطحی و مهم شمردن تجهیزات دوربرد، ادامه دریانوردی ها، توجه به امکانات و تجهیزات پدافندی شناورهای سطحی و در نهایت استفاده از فرصت وجود نیروی انسانی توانا و بالقوه در نیروی دریایی، همگی در سلوه اقدامات و برنامه ریزی های این نیرو قرار گرفته و به عنوان نخستین گام در تحقق تدابیر ابلاغ شده از سوی آن فرماندهی معظم طرح ولایت تهیه گردید که پس از تصویب نقطه عطفی مهم و شاخص حرکت و اقدامات گسترده در نداجا تلقی می شود. اهتزاز پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی ایران با پیام صلح، دوستی و امنیت در منطقه شمال اقیانوس هند و بازدید ناوگروه های اعزامی از بنادر جیبوتی، سلاله، مسقط، عدن، دوحه و بمبئی به منظور توسعه روابط سیاسی و نظامی با کشورهای دوست و همسایه و تلاش در جهت بی اثر نمودن پروژه ایران هراسی دشمنان جمهوری اسلامی ایران در منطقه دریای جنوب و شمال اقیانوس هند. خرسندیم از اینکه امروز با تأکیدات دوراندیشانه مقام معظم رهبری پس از قرنها غیبت و قفلت از پهنه دریاها، کشور عزیزمان ایران به برکت نظام اسلامی جایگاه شایسته خیش را در این عرصه باز می‌یابد و در نتیجه استقلال و اقتدار نظام اسلامی همکنون کشور عزیز ما صاحب راهبرد دریایی در منطقه حساس شمال اقیانوس هند شده است. منطقه‌ای که صاحب نظران در تئوری‌های خود از آن به عنوان کلید جهان در قرن 21 یاد می‌کنند و با توجه به اهمیت آن به لحاظ اقتصادی، بازرگانی و نیز شاهراه انرژی جهان، کشورهای فرامنطقه‌ای به حضور در آن علاقه وافر نشان می‌دهند، به نحوی که همکنون بسیاری از کشورهای جهان برای پیگیری اهداف و منافع خود در آن حضور یافتند. بدون تردید منافع جمهوری اسلامی ایران در این منطقه اهمیتی به مراتب بیشتر از کشورهای مذکور داشته و دفاع از آن نیازمند حضور مؤثر نیروی دریایی و وجود نگرش راهبردی نسبت به آن است. آنچه نداجا با توسعه دریانوردی ها و حضور تا مدار 10 درجه شمالی در اقیانوس هند انجام داده است، در حقیقت گام نخست در جهت کسب آمادگی و افزایش خودباوری و حرکت به سمت افقی است که آن فرمانده معظم ترسیم فرمودند. این جانب در این محفل سربازی که به یمن وجود حضرت عالی معطر گشته است، از طرف خود و همکارانم در این نیرو به شما اطمینان می‌دهم فرزندان جان بر کف ملت شریف ایران و سربازان گوش به فرمان ولایت با بستن پیمانی ناگسستنی با شهیدان والا مقام و با بهره‌گیری از رهنمودها و حمایت‌های حضرت عالی و همه مسئولین نیاز شده برای حراست از منافع نظام و مقدس جمهوری اسلامی ایران آمادگی هر گونه جانفشانی را داشته و از محضر آن رهبر فرزانه برای توفیق بیشتر در این مسیر استدعای دعای خیر دارند.
مستدعیست در صورت اراده جمع حاضر را مستفیض فرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز برای من روز شیرین و دلپسندی بود، نه فقط به خاطر اینکه یک فروند رزمناو به ناوگان دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزوده شد، که این البته دستاورد با ارزشی است و مهمی است، بلکه بیشتر از این جهت که جوانان ما، کارکنان هوشمند و دانشمند ما در این بخش از نیروهای مسلح نتیجه امید خودشون و اعتماد خودشون و توکل خودشون رو به چشم دیدن و این اونها رو مصمم خواهد کرد بر برداشتن گام‌های بلند دیگر. اساس کار اینه، اساس کار این است که نیروی انسانی ما خود را و توانایی‌های خود را قدر بدانه، اونها رو بشناسه، اون چرا که در وجود او خداوند متعال به ودیعت گذاشته از استعداد و نیرو، اون رو به عرصه عمل وارد کنه و از عظمت کارها و بزرگی کارها نهراسه. این اساس قضیه است. این طرح کلانی که الان آقای دریادار سیاری بیان کردن خب بلند پروازانه است، لکن من داشتن چنین نظرها و ایده‌هایی رو 100% تأیید میکنم. به دنبال این باشید که بتوانید حضور مقتدرانه و شجاعانه خودتون رو برای دفاع از عزت کشورتون و ملتتون به همه نشان بدید. این البته مقدماتی داره، کارهای لازمی رو باید انجام داد. وقتی انسان نگاه میکنه با توجه به بعضی از واقعیت‌های موجود، ممکنه انسان دور از دسترس بیابه بعضی از این خواسته ها رو، لکن من میگم وارد راه میشیم، قدم ها رو یکی پس از دیگری بر میداریم، هر چه جلوتر بریم رسیدن به نتیجه برامون آسان‌تر خواهد شد. اون روزی که اینجا تو همین کارخانجات نیروی دریایی در بندر عباس مسئله ساخت یک ناوشکن با ابعاد قابل قبول برای دریای عمان، برای اقیانوس هند با تجهیزات مناسب مطرح شد، من به نظرم میرسه که در همون دیدار که در همین کارخانجات انجام گرفت بعضی‌ها بودن به نظرشون میرسید این کار شدنی نیست. نه فقط شدنی بود، بلکه نسبت به همتی که امروز شما دارید برای کارهای بزرگ، این یک کار چندان بزرگی هم به حساب نمیاد. یعنی شما امروز همتتون برای کارهای بزرگتر به مراتب بیشتر از اون چیزیست که این ناو جماران
به ما داره نشان میده و اون رو در مقابل ما مجسم میکنه. با اینکه خب برای این کار خیلی زحمت کشیده شده، خیلی ارزش داره این زحمات، به کار بردن هوش و استعداد و توانایی و کار شبانه روزی، و در این حال این کار در مقابل اونچه که شما امروز همت بر اون میگمارید که انجام بدید کار بزرگی نیست. کارهای آینده شما مهمتره. یقینا موج دو از این برتر و موج سه و چهار از اینها بهتر خواهد شد، شاید با یه ابعاد کیفی بسیار با ارزشتری که قطعا همینجور خواهد بود. خب من لازمه اولا تشکر کنم. امروز تجربه های شما انباشته است، متراکمه، میتونید از این تجربه ها استفاده کنید. به هر حال با اینکه زمان طولانی شده، در این حال همونطور که گفتم امروز برای من یک روز بسیار خرسند کننده و روز مبارکیش که دارم میبینم نتیجه تلاش شما و زحمات شما رو. ما 700-800 سال سابقه دریانوردی داریم. اون روزی که ما از بنادر خلیج فارس کشتی هامون به اقصا نقاط آسیا میرفت، خیلی از کشورهایی که در دریانوردی تبحر و شهرت امروز پیدا کردند اصلا وجود قابل ذکری نداشتند. ما با این سابقه، با این توانایی هایی که ملت ما داره، با این ذهن خوب، با این هوش سرشار، با این سرانگشتان مهارتیاب که جوانهای ما دارن، مردم ما دارن، ما چرا باید انقدر عقب بمانیم که حالا وقتی یه دستاوردی پیدا میکنیم اینطور خوشحال بشیم؟ در طول این قرنها به ملت ما جفا شده. کی جفا کرده؟ خارجی ها جفا کردن؟ نه، حکمرانان فاسد. من از پرتغالی ها گله نمی کنم، یا از هلندی ها، یا از انگلیسی ها که آمدن سواحل ما رو و جزایر ما رو تصرف کردن. خب اونا کشورهایی هستن، دولتهایی هستن، دنبال منافع خودشون بودن و قدرتهای مادی میکنن از این کارا، میرن هزاران فرسنگ فاصله از کشورشون دست اندازی میکنن. مگر هند رو، شبه قاره هند رو مگر نگرفتن؟ مگر مناطق شرقی تر رو نیومدن تصرف نکردن؟ امروز مگر نمیکنن این کارا رو در دنیا؟ گله از اونها نیست، گله از اون قدرت‌های فاسد و خودکامه و فاقد انگیزه و عزم است که نتوانستن حیثیت و آبروی ایران و ایرانی رو حفظ کنن. تا دشمن بیاد یک روز بندر عباس رو، یک روز جزیره هرمز رو، یک روز قشم رو، یک روز بقیه جزایر رو یکی یکی از دست این ملت خارج کنه، مدعی هم باشه، این حق ملت ایران نبود. جمهوری اسلامی اگر فقط همین کار رو کرده باشه که روح خودباوری رو، روح احساس عزت و هویت رو به این ملت و این کشور ماها برگردونده باشه، سالیان سال باید شکرگزارش بود. و من بخوام به شما عرض بکنم، اسلام، تفکر اسلامی و روح برخواسته از ایمان قرآنی اجازه نمیده که یک ملت اینجور توانایی‌هاش سرکوب بشه، استعدادهاش پامال بشه، اجازه داده بشه
که به خاطر بی‌اعتنایی به توانایی ذاتی او به حالت تخدیر شده بیفته و دیگران بیان بر سرنوشت او مسلط بشن. اسلام نمیگذاره این رو و جمهوری اسلامی هم اینه نمیگذاره. علت این که شما میبینید مستکبرین عالم، قدرت‌های زورگو، قدرت‌های سیطره طلب به جان جمهوری اسلامی میفتن، البته تر حدی که میتوانن، علتش همینه. عادت کردن از این سفره بی صاحب هر چه میخواهن و میتوانن بردارن، بهره برداری کنن. حالا که میبینن نه، ملت که صاحب اصلی این سرزمینه بیدار شده، نمیگذاره، دست رد به سینه هاشون میزنه، طبیعی خشمگین میشن. توطئه ها اینه مسئلش. گناه جمهوری اسلامی اینه و گناه ملتی که به این جمهوری و به این اسلام دل سپرده و در راه او حرکت کرده فقط همینه که میخواد زیر بار زور و سلطه و توهین دیگران به شخصیت خودش زیر بار اینها میخواد نره. البته اینم یک آزمایش است برای تاریخ، تا تاریخ بدونه، تا نسل‌های آینده بدانن که اگر یک ملتی با احساس هویت، با اعتقاد به قدرت ذاتی خودش نیروهاشو به صحنه آورد، چه نیروی علمیش رو، چه نیروی صنعتیش رو، چه نیروی تجربیش رو، چه مهارت‌هاش رو، چه ایمانش رو که بالاترین نیروهاست، جسم و جانش رو وقتی به صحنه آورد، هیچ قدرتی در دنیا نمیتوانه بر عزم او را، بر خواست او، بر همت او نمیتوانه غلبه پیدا کنه و سیطره پیدا کنه. شکست میخورن، تا الان هم شکست خوردن، بعد از این هم شکست میخورن. هرچه نشانه های توانایی های شما و استادگی شما و استقامت شما بیشتر باشه، بدانید اونا خشمگین تر میشن. اگر بتونن این خشم رو در عمل اعمال خواهند کرد، اگر نتونن هم مجبورن زنجیر بجوبن، تماشا کنن پیشرفت شما رو و این همینجور خواهد شد. این تلاشی که میکنید این چند روزه، باز بعد از 22 بهمن، بعد از این حرکت عظیم مردمی که اینها جور دیگه ای خیال کرده بودن کشور رو، ملت رو، انقلاب رو، نظام جمهوری اسلامی رو، و مایوس شدن و دلسرد شدن، بعد از اینکه این حرکت عظیم مردمی رو دیدن، همونطور که گفتم هر حرکت بزرگ شما اونا رو خشمگین میکنه، خشمگین شدن. حرفایی که امروز آمریکایی‌ها میزنن، از صدر تا ذیلشون، از رئیس جمهورشون تا سخنگوی فلان وزارتخانه‌شون و همچنین بعضی از غربی‌های دیگر، نشون دهنده عصبانیت، عصبانین، نمی‌فهمن چیکار کنن، خشمگینن، ناامیدن، نمی‌دونن باید چیکار کنن. گاهی تهدید می‌کنن، گاهی اون تهدید رو پس می‌گیرن، گاهی ترمیم می‌کنن، گاهی اینجا اونجا تهمت می‌زنن. این حرف تکراری از دهن افتاده مهملی که راجع به ساخت سلاح اتمی به جمهوری اسلامی نسبت میدن، این دیگه جزو اون
نشان دهنده اون نهایت ناتوانی اینها حتی در زمینه تبلیغاته. جمهوری اسلامی هیچ اصراری هم نداره که در دفاع خودش در این قضیه خیلی احساسات به خرج بده. نه، ما اعتقاد به بمب اتم نداریم، به سلاح اتمی نداریم، دنبالش هم نخواهیم رفت. بر طبق مبانی ما، مبانی اعتقادی ما، مبانی دینی ما، به کار بردن این گونه وسایل کشتار جمعی اصلا ممنوعه، حرامه. این ضایع کردن حرص و نسله که قرآن او رو ممنوع کرده. ما دنبال این نمیریم، دنبال اون چیزی میریم که قدرت‌های سلطه‌گر حقیقتاً از او باید بترسند، و من اعتقادم اینه الان هم از همون میترسند، و او بیدار کردن روح حماسه و عزت اسلامی است در همه امت اسلام. ما این کار خواهیم کرد، اینه بدونن امت اسلامی رو که اتفاقا از لحاظ وضعیت جغرافیا در نقطه حساسی از دنیا هم قرار گرفتن، هم از لحاظ سوق الجشی، هم از لحاظ اقتصادی و منابع طبیعی مورد استثمار قرار می گیرن علی رغم میل خودشون. ما رسالتمون اینه، همتمون اینه که هشدار بدیم به دنیای اسلام، و این هشدار مؤثرم واقع شده. در جابجای دنیای اسلام میبینید نفرت از سلطه‌گران، از سیطره‌خواهان، از خصوص آمریکا روزافزونه. اینا میان به دروغ اینجا ادعا میکنن که ایران علیه کشورهای همسایه است. نه، خود کشورهای همسایه هم میدونن اینجوری نیست. اگر چند سباهی اول انقلاب کشورهای خلیج فارس و بعضی کشورهای همسایه دیگر دچار خطا شدن و تصور کردن که جمهوری اسلامی با اونا طرفه، بعد در گذر زمان فهمیدن که اینجور نیست، اینا برادرهای مان، اینا همسایگان مان. این مجموعه خلیج فارس میتوانه با یک سیاست خردمندانه و عاقلانه جمعی و به سود همه کشورهای حاشیه خلیج فارس به خوبی اداره بشه. عنصری که این حرکت درست را، این حرکت معقول را تهدید میکنه حضور بیگانه است، و به طور ویژه حضور آمریکاست در منطقه. امنیت این منطقه به وسیله آمریکا مخدوش میشه، نه به وسیله کشورهای منطقه. اینا هستن که بر این کشور، بر این منطقه و بر این کشورها ناامنی رو دارن تحمیل میکنن، آرزو میکنن اختلافات بین این کشورها رو آرزو میکنن، هرچه هم بتوانن تو این زمینه کار میکنن. البته گاهی شده هیلهای اونها گرفته، ترفنداشون گرفته، بسیار از مواقع هم ناکام موندن، بعد از این هم انشالله ناکام خواهند بود. اینا میخوان چشم کشورهای منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و این مراکز حساس رو از دشمن اصلی منصرف کنن، دشمن حقیقی. دشمن حقیقی صهیونیستان و رژیم ایالات متحده آمریکاست. اینا دشمن اصلی این منطقه، اونا به دلیلی و اینا به دلیل دیگری. دشمن اینان، میخوان غافل کنن نظرها رو، چشمها رو از دشمن اصلی برگردونن، یا به گویی میکنن. جمهوری اسلامی متکیه به دلهای میلیونها انسانه،
وقتی یک صدای واحدی از این همه حنجره، حنجره ده ها میلیون انسان با قدرت خارج میشه و ادا میشه، این سخن قابل محو شدن نیست. این سخن واجش در دنیا باقی میمانه، مندگار میشه. شوخی ده ها میلیون انسان با هم فریاد نفرت از استکبار، نفرت از نظام سلطه جهانی و پافشاری بر عزت ملی و ایمان اسلامی، این فریاد رو سر میدن با هم، اونم نه یک بار نه دو بار، 30 ساله که مردم دارن این فریاد رو سر میدن. این از بین رفتنی نیست، این فریاد هماهنگ این همه حنجره و این همه دل، این موندنی است. اینا جزء قوانین طبیعت، اینا جزء قوانین حتمی طبیعت و تاریخه، مثل قانون جاذبه است، مثل قوانین دیگر طبیعی است، تخلف نداره. این صدا موندگاره. شرط اینه که ما هر کدامی کار خودمون رو درست انجام بدیم. من بارها این حدیث رو از قول پیغمبر اکرم به مخاطبان بارها گفتم، رحم الله امرئا عمل عملا فاتقنه، رحمت خدا بر کسی که کار رو انجام بده و اون رو محکم انجام بده، درست انجام بده، با اتقان انجام بده. کار رو با اتقان باید انجام ده. خب یک نکته این است که ساخت این ناوشکن صرفاً ساخت یک ناوشکن نبود. این نهادین سازی طراحی و ساخت رزمناوهای بزرگ در کشور در کارخانجات بود. دانشگاه‌های ما بهره بردن، دانشگاه امام خمینی بهره برد، صنایع نیرودریایی بهره بردن، صنعت وزارت دفاع بهره برد، اینا همه از این کار بهره بردن. ذهن‌ها به کار افتاد. در بخش‌های الکترونیک، بخش‌های گوناگون، دستگاه‌های مختلف به کار وادار شدن. این تحرک ورزشی ذهنی و عملی، خود این برای کشور یک دستاورده که این دستاورد، این حالت تحرک، این خودش کمتر از به دست آوردن و دارا شدن یک رزمناو با این خصوصیات نیست. این خیلی با ارزشه. اینو حفظ کنید، سعی کنید این حرکت از دور نیفته، این حرکت علمی و صنعتی نگذارید از دور بیفته. پی در پی کار، پی در پی ابتکار. ما در سالهای گذشته از این سواحل طولانی دریای عمان بهره لازم و کافی رو نبردیم. ذهنمون همش متوجه خلیج فارس بوده، اهمیت دریای عمان از نظر ما مقفول آن مونده. این نگاه جدید که نگاه به دریای عمان است به وسیله ارتش جمهوری اسلامی، این میتوانه کارهای بزرگی را انجام بده و برای خود منطقه جنوب شرقی کشور یک موهبت، یک موهبت الهی است. بنابراین دولت و دستگاه‌های مختلف و چه وزارت دفاع چه وزارتخانه‌های دیگه که مرتبط با این کارن، همه باید کمک کنن به پیشرفت این کار. خب این کارا ممکنه انشالله بشه، اما من میخوام اینو بگم که اگر همین پیشنهادهایی که ایشون کردن اونچنان که مورد نظر ایشونه که منم تایید میکنم انجام هم نگیره، به خاطر محدودیت‌های گوناگون، به هر دلیلی، باز باید کار پیش بره، باز باید کار انجام بگیره. من این عرض میکنم.
من میگم ظرفیت توانایی های نیروی انسانی در همه موارد که این تجربه 30 ساله بنده است در مدیریت های گوناگون میتوانه جبران کننده بسیاری از کمبودها باشه. یه جای اعتبارات نیست، میتوان کمبود اعتبارات را با کیفیت دادن به مدیریت جبران کرد. اینا ممکنه به نظر اول، در نگاه اول ممکنه مشکل یا نشدنی بیاد، اما عملی است، شدنی است. اینا رو ما تجربه کردیم، هم در جنگ تجربه کردیم، هم در مسائل گوناگون بخش‌های مختلف کشور این تجربه شده. اگر می‌خواستیم با همون نگاه اول نگاه کنیم، خیلی چیزها رو اول انسان با یک نگاه ساده از دست رفته می‌پنداشت. بعد که وارد کار شد انسان، دید نه، می‌توان، می‌شود. اعتبارات نیست، منابع نیست، اما قدرت مدیریت هست، عقل هست، صرفه‌جویی هست، دیدن و شناختن امکانات گوشه و کنار هست. اینه. گاهی شما یه امکانی در اختیارتون هست، توجه بهش ندارید، ازش استفاده هم نمی کنید، از یه منبع دیگری دارید استفاده می کنید. بعد که اون منبع بسته شد، به خودتون نگاه کردید، این امکان رو می بینید جلوی چشم شما، این امکان خودشو نشان خواهد داد. بنابراین نگذارید این حرکت از دور بیفته، کار رو دنبال کنید، چه اینجا، چه در شمال، چه در بخش‌های گوناگون دیگر. هماهنگی بین دستگاه‌هایی که در حلقه نزدیکتری، تنگاتنگتری تو این مسئله به هم مرتبطن خیلی لازمه، مثل همکاری با وزارت دفاع. وزیر دفاع هم اینجا حضور دارن، توجه بشود. گاهی اوقات شکایت میکنن به من از اینکه برخی از وعده هایی که انجام گرفته به وقت به این وعده ها عمل نشده. خب ممکنه اینجور باشه، بایستی بشینید رسیدگی کنید. از جمله همین عقب ماندگی صنعت در پروژه موج دو، که البته یه پیشنهادی ارتش اخیراً به ما کرده، ما گفتیم بررسی کنن ببینیم چه کار میشه کرد که جبران بشه. بعضی از موتورها برای اوبرهال فرستاده شده، برنگشته اونطور که میگن، مثل موتورهای اصلی ناوچه‌های کلاس پیکان. و از این قبیل مواردی هست که مورد گلایه است. خب گلایه نباید کرد، شما از هم دور که نیستید، با همید، مال یک مرکزی، مرتبط به یک هدف هستید. بنشینید مشکلات رو حل کنید، و البته ستاد کل باید حتما به این هماهنگی ها و این نزدیک شدن ها کمک بکنه. یک سفارش من میخوام عرض بکنم. این ساخت بسیار با اهمیت رو با ساخت قطعه های لازم، تولید قطعه، تکمیل باید بکنیم. حالا شاید من در خلال این گزارش های امروز احتمالاً به گوشم خورد که قطعه سازی شروع شده. به هر حال من اگر اینجور نیست، من تأکید میکنم مسئله قطعه خیلی مهمه. نگذاریم به هنگام نیاز یا نزدیک هنگام نیاز به سراغ قطعه هایی که مورد نیازه بریم، نه، از همین اول کار قطعه سازی رو به عنوان یک کار مستقل دنبال بکنید. خود این فواید و برکاتی داره. من میخوام بر روی شناورهای زیر سطحی هم تأکید کنم. نیروی دریایی یکی از هدفها و
جهتگیری های کلیش باید مسئله شناورهای زیر سطحی باشه. امروز اگر ما همونجور که قبلا گفتیم نیروی دریایی یک نیروی راهبردی است که همینم هست و در دفاع از کشور امروز جزء خطوط مسلم حتمی است، منطقه رو در دست بگیرید با زیر سطحی ها. یک مسئله جنگ الکترونیکه که من بارها سالها هم با نیروی دریایی هم با نیروی هوایی رو مسئله جنگ الکترونیک من تأکید کردم، بازم تأکید میکنم. دشمنان شما بر روی توانایی های الکترونیکی در زمینه سلاح‌های جنگی متمرکزند. خب سالها هم از دارن کار میکنن. ما دفاع الکترونیکی برای ما خیلی مهمه، رو مسائل الکترونیک کار کنید. خوشبختانه ما زمینه داریم، صنایع الکترونیک ما خوبه، دانشمندان خوبی داریم، فعالان خوبی داریم و یه سرمایه عظیم تمام نشدنی داریم که اون جوانهای ما انشاءالله خداوند متعال همه شما رو حفظ کنه. براتون دعا میکنم و امیدوارم که شما جوانان نیروی دریایی بتونید انشاءالله یک نیروی دریایی بسازید که در شأن ملت ایران باشه. گفتن که کشور ما یک کشور دریاییه، واقعش هم همینه دیگه، متصل به اقیانوس و دارای دریا، اونم دریای بی این حساسیت، چه خلیج فارسش چه دریای عمان و بقیه بخش ها و مراکزی که اینقدر این منطقه حساسه. خب این کشور دریایی احتیاج به نیروی دریایی حقیقتاً برجسته و ممتاز داره و این حتماً به دست خواهد آمد و کننده این کار هم همین شما جوانهای عزیز هست. انشاءالله خداوند متعال شما رو حفظ کنه، مشغول ادعیه حضرت بقیت الله ارواحنا فداه باشید و ارواح طیبه شهدا و روح مبارک امام انشاءالله شما رو در عوالم ملکوت دعا کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.